سلام علی رضا. سلام بچه ها، سلام سلام میان. بله صدا دیم. اوکی، من علی رضام در واقع. من فکر کردم چیز بود، نه ارور بود. مستعف نیست. اوکی، اصلا همش من یه ذر برم دیگه سراغ سوال. آرمین جان، نظرت راجع به کلن کانسپت حیوان خونگی داشتن و اهلی کردن حیوانات چیه؟ به نظرت شباهتی داره با بردهداری که بین انسان ها رایج بوده قبلا یا نه؟ من امیدوارم که نظر مخالفی نسبت به من داشته باشی که بتونیم بحث کنیم، اگر نه که ببینیم چی میشه. من از به نظرم شباهتی نداره. حیوانی که تو خونه یک انسان زندگی میکنه رفاهش بسیار از حیوانی که خارج از خونه یک انسان زندگی میکنه بسیار بالاتر، مگر اینکه حیواناتی باشه که مثلا قابلیت پت بودن رو نداشته باشه. خب معلومه البته اونا، خب ولی اونایی که دارن خب معلومه زندگیشون بسیار بهتر خواهد بود نسبت به حیوانی که مثلا توی جنگل و تو دشت و بیابون اینا باید همش داره از همش استراب و گرسنگی رو باید تحمل، مریضی و استراب و گرسنگی رو باید تحمل بکنه. خب معلومه که حیوانی که خونه من هست بهزیستیش بالاتره، ولی خب برعکس انسان، تو بر انسانی که برده هست مقدار بهزیستیش بسیار پایین‌تر از انسان آزاده. خب بر همین مقایسه کاملا غلطیه. ببین آخه تعریفی که از بهزیستی و رفاه میکنی تعریف انسانیه، یعنی این لزوما برای حیوان متصور نیست. اونا شاید اون زندگی وحشی رو ترجیح بدن. من پوچی من سگم اگه بندازم بیرون از خونه شروع بکنه گریه کردن، همون پنجره اولش از استرس فکر کنم یه روز هم نتونه دوام پیدا بکنه. ببین خب این به خاطر اینی که سالها اینا الان ربطی نداره باباک این برفه ما. بعد از برنامه، بعد از این حرف ما تمام شد اینو بولد کن که ستارش کن، بولد کن که بتونی جواب بدی، ولی الان ما داریم در یه چیز دیگه صحبت میکنیم. این که برای سگتون این اتفاق میفته اگه بنزیش بیرون، به خاطر اینه که به خاطر تاریخی که اتفاق افتاده، یعنی سالها اینا چی میگن اهلی شدن توسط انسانها، نیازاشون تغییر پیدا کرده، بعد جنشون تغییر پیدا کرده، جنشون عوض شده. آره، مثل مشکلایی که آدما بلا فاصله بعد از رفع شدن بردهداری داشتن تو جامعه، نمیتونستن خوب فانکشن کنن مثل سفیدا. رفتی نداره، ژن انسان عوض، ژن انسان ما جنمون... شباهتش دقیق که نیست، یعنی دقیقاً که اون اتفاق نیفتاده، ولی سگ من از گرگ به باره چیم natural selection میشه، artificial selection میشه، چی میشه، انتخاب مصنوعی به فارسی. خب سگ‌ها با انتخاب مصنوعی از گرگ‌ها جدا شده. خب این اصلا ذاتاً با گرگ‌ها فرق داره. خب گرگ نمیتونه تو خونه من بزرگش کنم، ولی سگا میشه. خب برده هایی که تو داری میگی ذاتاً با ما عوض نشده، ما هنوز یک گونه هستیم با اون برده ها و نیازهاشون، آرمانهاش، هدفهاشون، آرمانهاشون، نیازهاشون مثل با بقیه انسان ها از عوض ذاتی یکیه. ممکن از عوض محیطی عوض بشه، ولی از عوض ذاتی قابلیت همون امیدها و آرمانها و ترس ها و میل هایی رو دارن که من و تو داریم. خب یک انسان های دیگه درسته، ولی سگی که از ذاتی، از از ژنتیک، مرغ و سگ و گوسفند، ببین گوسفندایی که الان ما عوض کردیم از از ژنتیکی، اینا رو بذاری تو جنگل یه هفته هم نمیتونن زنده بدون انسان نمیتونن بقا پیدا بکنن. خب من سوالم همینه که اصلا این کاری که این تغییر ژنتیکی که ما توی این حیوانا انجام دادیم کار اخلاقی بوده یا نه؟ چه اشکاله؟ اشکالش اینه که ما رو به تسخیرشون درآوردیم دیگه، میدونی؟ اینا به تسخیر ما درآمدن. بعدن نمیدونی مثل میمونه که تو یه وابسته به ما شده. آره، یه آدمی و وقتی به دنیا میاد توی اتاقی نگرش میداری تا 20 سالگیش، بعد میگی خب این الان من اگه ولش کنم بیرون میمیره. و خب وابسته به ما شده، ولی بستگی داره که الان باشین چه کار بکنیم. من اگه میتونستم با سگم صحبت بکنم که آیا تو ترجیح میدادی گرگ میموندی و تو جنگل بودی، اینکه الان زندگی الانت بهتره، نمیدونم چی رو میگه. من فکر کنم اینو بهتر اگه میتونست حرف بزنه، من فکر کنم اینو ترجیح میده. دست آخه دست آقا با زندگی حیوانات تو من علیرضا، زندگی حیوانات توی محیط خارج از مزرعه و خونه انسان ها، من نمیدونم آیا میدونی چقدر پر وحشتناکه. خب ببین وحشتش حیواناتی... ما وحشت میبینیم اونا رو، برای زندگی اونا طبیعیه. طبیعی مگه طبیعی یعنی خوب؟ طبیعی وحشتناکه،
طبیعت واقعا وحشتناکه. شما میدونین چند تا حیوان الان داره از زجر ببین، یه سری چیزایی هست که ما تعریف، یه سری چیزایی هستن که ما هم تعریف کردیم هم ساختیم، یه سری چیزایی هستن که خارج از تعریف ما وجود دارن، ما اسم روشون گذاشتیم. خب مثلا قرارداد اجتماعی یا قانون چیزایی هستن که ما ساختیم و بعدم تعریفش هم کردیم، ولی یه سری چیزایی هستن مثل دو تا چهار تا ما اسم روشون گذاشتیم ولی نساختیمشون. خب وحشت، ترس، زجر، اینا ماورای تعریف ما هستن، اینا خارج از وجود ما هستن. وحشت و ترس و ناراحتی حتی قبل از اینکه انسان وجود داشته باشه اینا وجود داشتن، اینا رو ما نساختیم. تو بگویی وحشت وجود نداشته قبل از اینکه انسان وجود داشته؟ ببین وحشت وجود داره، ولی خب تو نمیتونی بگی که انتخاب مثلا سگ اینه که برده انسان باشه تا اینکه توی حالت وحشی. من میتونم بگم سگ هیچ درکی از برده بودن یا برده نبودن نداره. سگ هیچ کدوم از ببین ما اگه این که اون درکی داشته باشه دلیل نمیشه که ما کارمون درست باشه. نه کاملا دلیل میشه. چرا ما باید برای یک سگ، چرا ما باید برای یک سگ وقتی این همه آدم الان تو جمهوری اسلامی مثلا زیر بفهم حرفمو بزنم، چرا شما دارین برای یک سگ آرزوهایی دارین که خودش برای خودش نداره؟ این واقعا خنده داره، برای چی مسخره است؟ یعنی خودش چیزایی که برای خودش نمیخواد شما دارین براش آرزو میکنید؟ ببینید یک انسان خب برده کاملا مرفه، کاملا برای ما قابل درک هست که چرا ممکنه یک انسان بخواد آزاد باشه حتی اگه بردگیش با در رفاه کامل باشه. خب این کاملا برای ما قابل درک هست، ولی برای یک حیوان غیر انسان ممکنه این قابل درک نباشه، که نیست، برای اینکه آرمان‌ها، ارزش‌ها، امیدهای انسان با حیوانات دیگه بسیار فرق داره. خب اصلا آزادی، تعریف کردن مثلا آینده خودت، قابلیت کنترل زندگی و اینات برای حیوانات مفهوم بسیار پایین‌تری داره تا حیوانی که انسان هست. شما تو به من میگی من انسان محوری دارم فکر میکنم، تو داری انسان محوری فکر میکنی، تو داری برای حیوانات آرزوهایی برایشون تعیین میکنی به خاطر دیدگاهی که خودت داری به عنوان یک انسان که چی ارزشه و چی ارزش نیست. خب و تو این ارزش‌هایی رو، این معیارهایی رو که برای یک زندگی یک انسان بهزیستی تعیین می‌کنی، داری اینها رو برای یک حیواناتی که اصلا درک اینا رو ندارن، برای اونها داری رو زندگی اونها براشون داری آرزوهایی می‌کنی که خودشون ندارن، و داری انسان محوری داری فکر می‌کنی برای حیواناتی که انسان نیستن. آخه تو هم داری همین کارو می‌کنی یا؟ نه من دارم تفاوت تفاوت حیوانات با انسان در با تفاوت حیوانات غیر انسان و حیوانی که انسان هست رو دارم در نظر میگیرم. من دارم میگم که یک حیوان نمیاد بگه که من هیچ حیوان هر چقدر باهوش هم باشه هیچ وقت نمیاد با خودش فکر کنه. فرقش با ما اینه. خب تو بگی میگم دارم میگم نه دارم درباره فرق شما حرف زنم. حیوانی وجود نداره که بیاد با خودش فکر بکنه که من اینجا مثلا معنی زندگی من چیه، آینده من چه خواهد بود، من چه تأثیری میتونم روی دنیا بذارم، چه میدونم آیا زندگی من بیمعنیه، بامعنیه، میدونی تفکراتی نداره. ما آیا این چه زندگی بیارزشی دارم که اومدم اینجا فقط صاحب من داره بهم قضا میده، میخورم، میخوابم، هیچ کاری نمیکنم، هیچ ارزشی به جامعه ندارم، جامعه سکا کجا، چرا ما شهر خودمون نداریم، چرا ما جامعه خودمون نداریم، چرا ما حق رأی نداریم، اصلا همچین فکرایی ندارم. شما دارین ناراحت میشین برای سگها به خاطر همچین چیزایی که هیچ سگی رو تا حالا همچین چیز ناراحت نکرده. خب اینا نداشتن چنین چیزی به خاطر اینکه انسان از یه جایی به بعد انقدر قدرتش نسبت به بقیه جوندارهای دیگه بیشتر شده که تمام اینا رو تغییر سلطه پیدا کرده. قبل از اینکه انسان بیاد روی کارم تا حالا همچین طرز تفکری چیزی نداشته. حتی قبل از اینکه انسان وجودم داشته باشه شما فکر می‌کنید دایناسورها اومدن با خودش فکر کردن که جامعه دایناسورها آیا میتونه چه تاثیر مثبتی روی میتونه مثلا دایناسورها با خودشو فکر کرده که مثلا معیار بهزیستیشون چیه و چجوری میتونن ارزش به جامعه دایناسورها مثلا کمک بکنن و باعث بهتر شدن دنیا برای همه دایناسورها بشن. تا حالا فکر کنید تعریف طرز تفکری دایناسورها داشتن قبل از اینکه انسان ها بیان روی کار؟ ما اینو ازشون گرفتیم؟ نه ما نگرفتیم. وجود نداشته.
ببین چطوری بگم، تو مثلا قبول داری که مثلا توی حتی جامعه ایران یا یه سری کشوری که خیلی بسته است، خب انقدر یه سری آدم ها هستن که انقدر آموزش بهشون داده نشده، از حقوق خودشون باخبر نیستن، که فکر میکنن اون ظلمی که داره بهشون واقع میشه خیلی نرماله. یعنی زندگی نرمال همینه که مثلا باید تو اون شرایط زندگی کنن، اصلا واقف نیستن به حقوق خودشون. دو تا فرق داره، اون انسان قابلیت درک بالاتر رو داره، یکی این، یکی دیگه هم که داره بهشون ظلم میشه. خب من میگم تو این خیلی الان... اکستریم که در نظر بگیری اتفاق با حیوان ها افتاده. نه نه، خیلی اینو اگزاجره که در نظر بگیری. این حیوانی که الان زیر دست ما داره زندگی میکنه، به هیچ وجه بدون وجود انسانی زندگی بهتر از این نمیتونست داشته باشه در هیچ شرایطی. نه دیگه این، نه نه، اینو آخه داری نتیجه گیری از به چه حسابی داری نتیجه چجوری میتونست تو محیط زیست خارج از خونه انسان ها، همینجوری که بقیه حیوان ها الان تو حیات باش، اونا که انسان بقیه حیوانات به زندگیشون و افتضاحه الان. بقیه حیوانات افتضاح واقعا نسبت به استاندارد، نسبت به استاندارد انسان افتضاحه. نه نه، من ببین یه چیزی بذار من حرفم تموم بشه بگم. خب خرگوشی خب که الان توی معده یک مار داره با اسید حل میشه بدون که بمیره، آروم آروم داره این اسید داره پوستش رو داره تجزیه میکنه، خب من میتونم بهت بگم این خرگوش توی معده این مار زندگی وحشتناکی که داره فقط با استاندارد انسانی من نیست که زندگیش الان وحشتناکه، زندگیش واقعا وحشتناکه بدون معیار انسانی من. حالا میخوای به من بگی اتفاقی که برای گوسفند و انسان میفته خیلی متفاوته نسبت به اون خرگوش و مار؟ بله بله، بسیار متفاوته. من قبول نمی‌کنم ازت. بله، زندگی حتی این زندگی حیواناتی که الان انقدر وحشتناکه توی این مزرعه ها مثلا رفعه زندگیشون بده و اینا، نسبت به مرگ کندی که اکثر ببین اکثر حیوانات الان به شدت که زیر دست انسان نیستن به شدت گرسنه هستن، اکثر حیوانات هیچ امنیتی وجود نداره براشون که غذای فردا غذا براشون وجود داشته باشه یا نداشته باشه، خب اکثر نه بسیاری، خب اکثر حیوانات توی تمام زندگیشون در توی محیط زیست در حال استرابه، خب در حال استرابه. خب من اینکه یه شرایط خاصی وجود داشته باشه که یه محیطی که غذای بسیار زیادی توی محیط برای یه حیواناتی پیدا شده، خب اصلا اینکه ما الان فرگشت هنوز داریم برای حیوانات برای انسان نداریم، به خاطر اینه که تمام چرا حیوانات دیگه هنوز فرگشت براشون وجود داره؟ به خاطر که natural selection یعنی انتخاب طبیعی براشون وجود داره. انتخاب طبیعی فقط موقعی وجود میتونه وجود داشته باشه که بسیاری از این حیوانات قابلیت حذف و از قابلیت حذف شدن قبل از تولید مثل دارن. قابلیت حذف قبل از تولید مثل یعنی چی؟ یعنی اکثر بسیاری از این حیوانات غذای شبشون رو نخواهند داشت، یعنی یه حیوان دیگه میاد میخوردش. شما اگه نگاه بکنین حیوانای و انسان وقتی یه حیوانو میکشه، حتی روش های بسیار بدی که ما الان داریم مثلا گوشت حلال و اینا که مثلا به جای اینکه تو نخاهشون یه چیزی رو بزنیم میان گردنشون رو میزنن که واقعا ظلم به حیوانات، این روش کشتن حیوانات، خب حتی اون هم نسبت به جوری که حیوانات تو طبیعت میمیرن، شما وقتی یک پلنگ رو نگاه بکنین حمله میکنه به یه گوز، هیچ وقت نمیاد بیاد اینو بکشه، یعنی اینو ساعت ها اینو میان بدنش رو میخورن و این هنوز زنده است. خب یعنی حیوانات یا باید از گرسنگی بمیرن یا وقتی که شکار میشن توسط یه حیوان دیگه باید زجرکش بشن. اکثر حیوانات توی طبیعت وقتی میمیرن، حیواناتی که قابلیت درک و اینا رو دارن، خب من درباره مرجان و اینا صحبت نمیکنم، خب درک درد و اینا دارن میکنن، یا حشرات مثلا نمیگم، خب مثلا نمیدونم درک اونا در چه حد شباهت داره با درد ما، ولی حیواناتی که ما میدونیم دردشون بسیار شباهت داره با درد ما، یا با شکار زجرکش میشن یا از گرسنگی زجرکش میشن. شما به این میگی که آه من انسان محوری دارم فکر میکنم که میگم این استرابه؟ نه خیر، این استرابه، انسان محوری هم نیست. ببین دو تا ایراد بزرگ وارد دارم به حرفات. یکی این که استانداردهای انسان رو خیلی مطابق با یعنی استاندارد درست فرض میکنی که همه یعنی حیوان ها هم طبق این استاندارد دارن زندگی خوبی میکنن. دو اینکه اون قضیه زجر و وحشتناک بودن زندگی وحشی و طبیعی رو خیلی قدوف میکنی، به نظرم خیلی بزرگ نمایی میکنی، یعنی اتفاقی که واسه انسان ها و حیوان های اهلی میفته تقریبا به همون وحشت انگیزیه.
یعنی فقط ما خیلی اکت میکنیم که ما خیلی نایس. من سگم وقتی مریض بشه میبرمش دکتر، سگم اگه مریض قرار بمیره یک کاری میکنم که مثلا بیهس کننده و اینا بهش بدن که یه مرگ بسیار راحتی خواهد داشت. ببین تو مثال من اونجوری که تو خودت واقعا واقعا حرف عجیب غریبه. تو میگی که چون من برای عدم وجود درد ارزش قائلم، نباید بیام این ارزش رو برای حیوانات دیگه قائل بشم. یعنی تو فکر میکنی من واقعا دارم این توهمه که فکر میکنم تو فکر میکنی این توهمه که حیوانات دیگه نمیخوان درد و استرابا حس بکنن. تو فکر میکنی مقدار کورتیزول، وقتی مقدار کورتیزول توی اعصاب توی خون یک حیوان دیگه میره بالا، شما فکر میکنی از این دارن لذت میبرن برعکس از این استرابی که دارن میبرن. تو نه، من حرفم اینه که تو میگی که اون دردی که اتفاق میفته برای حیوان توی حالت وحشی و طبیعی خیلی خیلی دردناکتر از اون دردی که انسان به حیوان اهلی وارد میکنه. من مخالف اینم، من میگم تقریبا نه هم. خب این چرت این حرفت. میگم دیگه فقط آخه انسان یه ذره اینو نایسترش میکنه فقط دیگه، چون تو مثلا پوست حیوانو میکنی باش لباس درست میکنی، شیرشو میدوشی هر روز کدوم پوستشو. ببین اینا رو من قبول ندارم. ببین من اینا رو قبول ندارم که پوست حیوانو بکنیم ما، خب ولی همون پوست حیوانو. ببین خب اتفاق داره میفته دیگه، این که تو چجوری کر میکنی حرف من قد نه برای اینکه تو یه چیزی تو فکر میکنی انگار من برای حرف من اینه، میگم حتی اون کار اشتباهی هم که دارن میکنن خب بسیار از طبیعت بهتره. شما فکر میکنین وقتی که پوست حیوانو انسان میکنه که بکنتش مثلا چه میدونم کیفش بکنن، شما فکر میکنین پوست رو موقعی دارن میکنن که انسان حیوان زنده است؟ یعنی مثلا اینا فکر میکنین وقتی که پوست حیوان داره کنده میشه که کیف بشه، در حالی که حیوان زنده است دارن پوستش ازش میکنن، انسان هیچ وقت این کارو با حیوانا نمیکنه. البته با هیچ وقت که نباید بگم، انسانای مریض بسیار زیاد هستن، ولی اکثر موقع این کارو نمیکنه. ولی وقتی یه حیوان دیگه داره مثلا این خرگوشه رو میخوره، اون زشکشی که یک حیوان دیگه داره به این خرگوشه میکنه، انسان ها اکثرشون این کارو با خرگوش نمیکنن. وقتی این پوست حیوانو میکنیم، خرگوشه مرده، زجر کشیدن این پوست رو احساس نمیکنه. تو فرق اینا نمیدونی؟ تو فکر میکنی من دارم انسان محوری فکر میکنم وقتی که دارم میگم زجر یه عقاب وقتی وقتی یه خرگوش رو داره میده به بچه هاش که زنده زنده بخورنش، تو فکر میکنی من اگه دارم میگم زجر این برای اون خرگوش از موقعی که یک انسان این خرگوش رو با یک تبر سرش رو میبره و گوشتش رو میخوره پوستش رو میکنه یه چیز لباس یه چیزی، تو میگی وقتی من میگم اینا زجر اون خوردن بچه های عقاب از یه خرگوش زجر اون بیشتره، از تو فکر میکنی این انسان محوریه؟ تو با چه از کجا میگی از با چه تصوری فکر میکنی اینا دردشون یکیه؟ ببین خود تو که اینقدر این آگاهی برای حیوان قائل هستی به این فکر نمیکنی که مثلا این گوسفند تو واقعا فکر میکنی خرگوش نه ایرزا تو واقعا فکر میکنی دردی که خرگوش میکشه منعدد کنم دیگه بگو یعنی تو که اینقدر آگاهی قائلی برای حیوانه، فکر میکنی که اون گوسفند از روزی که داره به دنیا میاد آگاه هست نسبت به اینکه قراره مثلا یه سال دیگه بکشنش، بعد فکر میکنی این زندگی طول زندگی که داره زندگی آرامش بخشیه؟ اون خرگوشه حداقل تا لحظه قبل تا ثانیه قبل اینکه شکار بشه داره آزاد زندگی میکنه. اینو چی میگم؟ این مدلی که شما حیوانو میای اهلی میکنی، طرف از اول میدونه که میدونه آخرش خاطر آخر. آقا جان اولا گوسفند از آینده هیچ آگاهی نداره، یکی این. خب دوما ازن از آخه تو یه سری سنسور رو داری میدی بهشون، یه سری رو میگیری. بله برای که میدونیم، برای که ما میدونیم گوسفند قابلیت درک درد رو داره، خب دوست نداره درد بکشه، ولی اینکه بدون مثلا سال چیه آینده چیه، گوسفند قابلیت آگاهی رو نداره، یکی این. یکی دیگه هم چی داشتی میگفتی؟ بذار بگم چی گفتی؟ گفتی گوسفند و ها اون گوسفندی هم که ما داریم میکشیم که بخوریم، تو میگه از لحظه میتونست از لحظه های آینده زندگیش میتونست استفاده بکنه. آقا جان این گوسفندی یه لحظه زندگی هم قرار نبود داشته باشه اگه ما به وجودش نمیآوردیم، همون لحظه هایی هم که داشت به خاطر ما بود. خب نه دیگه اینا مثلا یه زمانی وجود داشتن، الان این که ما خودمون زاد و ولدشون رو کنترل میکنیم. تو میگه این سگا داره بهشون زور میشه، خلقش نکردیم برای... که بله خلقش کردیم، ما سگا خلق نه بابا نژادشو که خلق نکردی که هزار سال چرا؟ پیش که اینا بودن ما انسان ها سگو خلق کردن از گرگ، خلقش نکردن اهلیش کردن دیگه. نه 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 پس تو نمیدونی
این حیوانات تو طبیعت وجود نداشتن، ما خلقشون کردیم، اهلیشون فقط نکردیم. چجوری خلق کردیم اینا رو؟ پس نمیدونی. آها، به این میگن artificial selection. خب چند سال؟ ما این... خب اینم چند سال؟ چی علم داشتیم یعنی؟ نه ما علم نداشتیم. به صورت آزمایشگاهی یعنی خلق کردن اینا رو؟ نه نه نه، با انتخاب اینکه کدومشون تولید مثل بکنن کدومشون تولید مثل نکنن. تو سگ بعد از انسان به وجود اومده، سگ و انسان به وجود اومده. اینا خب تموم شده رفت. همین این کار به نظر کار اخلاقیه؟ برای چه مشکل داره؟ هم سگ راضی، آقا سگ موجودیه که اصلا انسان از سگای دیگه بیشتر دوست داره، هم سگ از این راضی، هم ما. سگ به انسان احتیاج داره، سگ انسانو دوست داره، سگ از بقیه حیوان اصلا سگ انسانو به اندازه دوست داره که هیچ حیوانی اینقدر که انسانو دوست داره سگ به اندازه سگ نیست. میدونم چه سگ از انسان در مقابل سگای دیگه محافظت میکنه. اصلا دقیقا سگ از بودن با انسان داره لذت میبره. این خیلی به نظر من این قرارداد بسیار زیبایی هم هست. موقع همین جوریه که جوون 14 سالم رفت تو جنگ ایران عراق جنگید دیگه، اونم والا خیلی دوستش ایرانو. میشه مثال چی میگن؟ مالفاره. تو میگی سگ تو سگ یه جوری صاحب میگی من دارم مثلا مهفری فکر میکنم، تو داری با سگی که تو خونه من هست و زندگی راحت داره زندگی میکنه رو با کسی که فرستادن جنگ مقایسه میکنی. بعد به من میگم نگاه تو این شکلیه دیگه، نگاه تو من میگم داری انسان مهفری فکر میکنی، ارزشایی که انسانو بله منم دارم میگم انسان مهفری داری فکر میکنی، ارزشایی که انسانها براش ارزش قائل هستن و داری همون معیار استفاده میکنی که برای زندگی یه سگ، چیزهایی که سگ میخواد با چیزهایی که انسان میخواد فرق میکنه. یه سوال دیگه میخوای آخرش بپرسم که دیگه تکرارش نخواهیم. به نظرت این که هیچ جانداری توسط یه جاندار دیگه تسخیر این شکلی نشده که انسان حیوانای دیگه رو تسخیر کرده تو تاریخ، نشون بر اشتباه غلط بودن و غیر طبیعی بودن این پروسه نیست؟ نه، چون دوباره میگم چیزهایی که انسان میخوان با چیزهایی که حیوانات دیگه میخوان فرق داره. برای همین شما نمیتونین از این که اگه این به ما انجام اگه این اتفاق برای ما بیفته این ظلمه، پس نتیجه گیری بکنید که پس برای حیوانات هم ظلمه. خب این نتیجه گیریتون اشتباهه، چون چیزی که ما میخوایم با چیزی که حیوان میخواد حیوانهای دیگه، ما خودمون حیوان، با چیزایی که حیوانهای دیگه میخوان فرق داره. برای همین نمیتونین از همون معیار استفاده کنید. یه فرق داره که یعنی میدونی که اونا چیان فرق داره یا لزوما نمیدونی که خواسته های اونا چیه؟ میدونیم که بسیار فرق داره، خیلی هاشو میدونیم که ندارن. بعضی خواستهاشون چیه؟ من میدونم سگها، ما میدونیم سگها و خوکها و گاوها با خودشون نمیان، آرمانهاشون بر اساس این نیست که ما داریم چه میدونم بیان ارزش‌های اخلاقی داشته باشن، ارزش‌های انتخاب دستنیشون رو داشته باشن. وقتی که هیچ وقت این فرصت بهشون داده نشده. چرا داده شده؟ آزمایش بسیار داده شده. اصلا خودآگاهی، ببین حتی خیشتن آگاهی ندارن. اگه خیشتن آگاهی ندارن، اگه این آزمایشه که شده که خیشتن آگاهی ندارن، هیچ آگاهی از آینده ندارن. تمام این آرمانهایی که ما داریم این دو تا پایه اولیه‌شه که اصلا اون آرمان ارزش‌ها و آرمانهای دیگر داشته باشیم. این چیزای اولیه رو اگه نداشته باشن نمیتونن آرمانهای دیگر هم داشته باشن. اکثر حیوان ها میخوان شکمشون پر باشه، راحت باشن، یک کسی دنبالشون نکنه، شکارشون نکنه، بتونن سکس داشته باشن. اونایشون هم که جامعه گر حیوان هایی هم که جامعه گر هستن دوست داره، احتیاج به محبت هم دارن، محبت ماورای محبت مادری. میدونیم مثلا چیه؟ مثلا بعضی از حیواناتی که تنها زندگی میکنن فقط احتیاج به محبت مادری ممکنه داشته باشن، ولی حیواناتی که مثلا تو گله زندگی میکنن یا تو قبیله مثلا زندگی میکنن احتیاج مثلا به محبت های ماورای از احتیاج به محبت از بقیه همگونه های خودشون هم دارن. این احتیاج ها رو ما میدونیم دارن، خب مشاهده میکنیم، نشون داده شده. ولی ما به عنوان یک انسان‌های خیشتن آگاه و با آگاهی از آینده آرمان‌ها و ارزش‌هایی داریم که بسیار ماورای اون چیزی هست که حیوانات اصلا قابلیت احساسشون. من رو قسمت خیلی زیادی از عقاید و حرفات باید مخالفم دیگه، ولی احساس من فهمیدم قشنگ منظور تو چیه و طرز فکر چیه. امیدوارم تو هم فهمیده باشی که من نظرم بله چیه. بله ببین من به تو میگم اگه تو بتونی سند اگه منم باشه، ولی من میام تو جبهه تو به محضی که بتونی نشون بدی خب که یک خوک قابلیت اینو داره که با خودش بیاد فکر بکنه
که من ارزش زندگیم چیه و من چه تأثیری میتونم رو دنیا بذارم و این براش ارزش باشه، خب، و به غیر از این که شکمش پر باشه و بتونه بخوابه، راحت بخوابه و کسی شکارش نکنه و بتونه یه خوک دیگر رو بکنه، خب، و یه مقدارم بتونه این ور اونورم تکون بخوره بدون که مثلا یه محیط بسیار کوچیکی زندگی نکنه، اگه بتونی به من نشون بدی که اگه این چیزها رو ما به یه خوک بدیم قابلیت راضی بودن ماورای اینو داشته باشه، اون وقت من نظرم عوض میشه. خب من فکر میکنم تا اگه همه این چیز حتی هر چقدر می خوک باهوش باشه، اگه همه این لیست این چیزایی که بهش دادی رو اگه من فکر کنم اگه تو بهش بدی، بیشتر از این هیچ تقاضایی از زندگی نخواهد داشت. مثلا خوک ها هیچ وقت نخواهیم داشت که میل به این داشته باشن که مثلا یه امپراتوری مثلا تشکیل بدن. خب مثلا یه خوکهایی نخواهیم داشت که بگن که امپراتوری من چقدر کوچکتر از این امپراتوری اونه، من دارم به این حسودی میشن که مثلا امپراتوری اون بزرگتره. یه همچین حالتی نخواهد بود. من فهم میکنم که باید آزادی که برای خودمون متصوریم و بقیه جاندارام حقشو آقا برای جول بک آقا شما برای صدف هم میخوای آزادی قرار بشی؟ حتی اگر اونا آگاه نباشن نسبت به آزادی که دارن. صدف چی؟ صدف مغزم نداره. میخوای برای صدف هم آزادی قرار شی؟ آقا بیایم به صدف اصلا حق رأی بدیم. نه ببین تا خبر داریم. بیا به صدف حق رأی بده. بریم میخواییم بحث رو ببندیم و بریم. من 3 ساعت گذشت، من 20 خورده دقیقه اینجا آره داریم صحبت میکنیم با تاره 24 دقیقه آره. خدا